سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای جهان که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. چون جمعه شبهای دیگر مرور میکنیم مهمترین خبرهای ایران و منطقه رو و اونچه رو که در عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران میگذرد. مذاکرات اتمی میان جمهوری اسلامی و پنج به اضافه یک به کجا رسید؟ در آستانه پایان یافتن مهلت 6 ماهه، آیا این مهلت تمدید خواهد شد؟ هنوز کاملا روشن نیست. آن سوتر در عراق چه می‌گذرد و شعله بحران تازه میان گروه‌های فلسطینی و اسرائیل به کجا رسیده است؟ با من و شما هستند، در سفر هست آقای علیرضا نوریزاده. دکتر نوریزاده از طریق اسکایپ با ما خواهند بود و همچنین آقای دکتر محسن سازگارا. مرور خواهیم کرد خبرهای مهم ایران و منطقه و اخبار بین المللی مربوط به ایران رو تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده عزیز سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای نازنین و همینطور بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا به ویژه در خانه بدنید. آقای سازگارا خوش اومدید و سلام به شما. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی عزیز، آقای دکتر نوریزاده گرامی و همه بینندگان شما در هر کجا که هستن. آقای نوریزاده، مذاکرات اتمی در وین دیگه ساعت پایانیش هست و آنچه که گذشته، چشم‌اندازی رو که شما میبینید در این مذاکرات به کجا رسیده، به کجا میرسه؟ ببینید جناب چالنگی، داستان مذاکرات اتمی ما در واقع یک ماجرای عجیب غریبه، مثل همه چیزهای دیگه تراژیک. مذاکرات بر یک محور اساسی شروع شد، بر این مبنا که یک، ایران برنامه اتمی شفاف بشه، دست از برنامه‌های پنهان نظامی برداره، تعداد سانترفیوژهای مورد لزوم، اون مقداری که باید اورانیوم غنی شده تولید کنن برای نیروگاه بوشهر مشخص بشه، دست از غنیسازی 20% برداره. بعدم یه فرمولایی گذاشتن که اون مقدار اورانیوم غنی شده رو چجوری غناشو بکاهند یا در مورد آب سنگین عراق چه کار بکنن، یعنی یه چیز فرمولی شده بود. ناگهان نایب امام زمان که حالا حجت الاسلام دانشمند شک داره در نیابتش و میگه امام زمان رو خدا تعیین کرده و اینا مزخرف میگن و اصلا حجت الاسلام و ثقت الاسلام هم که به خودشون بستن قلابیه، حالا خدا عاقبت به خیر بهش بکنه. در هر حال منظورم نایب امام زمان میگه نخه، ما 190 هزار سانترفیوژ میخوایم و یک واژه سور هم یاد گرفته که واحد سانترفیوژ هاست و میزان قدرتشون. و قبلا هم گفته بودن ایشون از 10 تا کارشناس نظامی جنرال روس از موشک بیشتر سر در میاره، البته نوع دیگری از موشک ها رو ایشون میدونه. ولی حالا معلوم شد در ماجرای اتمی هم مقام معظم رهبری صاحب نظر شده. یه حرف بی ربطی این وسط پرتاب میشه، در نتیجه مذاکره کننده و مذاکره شونده هر دو حیرت میکنن که چی کار باید بکنن. 2 روز گفتگوهای آقای ظریف با
همتای آمریکاییش، مذاکراتی که باز در حاشیه بین خانم اشتون و آقای ظریف در جریان بود، همه و همه به یه نقطه رسیده. آمریکایی‌ها به طرف ایران گفتن آقا جان نگاه کنید سناتورای ما دست به یراق آماده مجازات‌های بیشتری هستن. صحبت از 20 سال نظارت بر برنامه‌های ایران به طور مستقیم هر زمان و هر جا هست. بنابراین یه خود لطفاً از این بازی ها کم بکنید و بر مبلغ بیفزایید. و الان به نظر من آقای ظریف هم که رفته حتما پیش آقای خامنه‌ای میره براش تشریح میکنه که آقا جان ما مجال بازی نداریم، گیرم که امضای بیستم رو بندازیم به یه ماه دیگه، به سه هفته دیگه، اما در واقع باید با چارچوب موافقت بکنیم. اینه که آقای چالنگی مسئله نیست که جمهوری اسلامی دلش میخواد، معلوم آقای خامنه‌ای دلش نمیخواد. آقای خامنه‌ای آرزوش این بود که مثل کره شمالی یه بمب درست کنه و بعد ولایت فقیه رو تضمین بکنه، اما داستان به گونه دیگری است و من تصور میکنم با آنچه در عراق هم رخ داده جمهوری اسلامی برگ‌های برنده زیادی در دست نداره و ناچاره در این بازی سرانجام بپذیره که جهان رو نظم و قاعده است و این نظام نیز اگر میخواهد در چارچوب این جهان عمل بکنه ناچار این نظم و قاعده رو بپذیره. از جمله دست از رویای جنون آمیز سلاح هسته‌ای و برنامه اتمی پنهان بردار. آقای سازگارای عزیز ببینید این سیاست اتمی جمهوری اسلامی هر چه که هست، خب یه دولتی ممکنه پشت بر سیاست همه جا همین دیگه، برای استبدادی دیکتاتوری حکومت هست، دولتی هست، فلان. این در ایران آقای خامنه‌ای هست، دولتی هست، حالا با هم همسو عمل میکنن یه حرفی یا نه باز یه حرف دیگه. اما ما میبینیم این حرف رو بارها زدیم، انجمن اسلامی مسجد مثلا نارمک هم ممکنه اثر بذاره، کمان که آقای سعید قاسمی از حزب الله آمده و حرفایی زده کم و بیش قابل واقعا تأمل، گفته ما کلا سرمون نمیره، مثل قطعنامه جنگ ایران و عراق سه روزه همه چیزو تموم کردن و رفتن و آنچه هم که به دست آوردیم یا نیاوردیم به باد دادن، الان هم میخوان سر ما کلا بذارن. و اینی که میگن بازی برد برد یه چیز غلطی، باخت باخت، بله باخت باخت، یا هر چیز دیگه. تفسیر شما رو میشنم، کی بالاخره حرف اول یا آخر یا هر دو رو در این جمهوری اسلامی میزن راجع به این مسئله اتمی مشکل زا برای مردم ایران؟ بله ظاهرا باید آقای خامنه‌ای حرف آخر رو بزنه آقای چالنگی، ولی همطور که شما فرمودید ایشون از نوع دیکتاتورهایی است که بسیار تحت تأثیر جناح‌های مختلف قدرت، یا به تعبیر قدیمی آقای کورت والدهایم که زمان گروگانگیری به عنوان رئیس سازمان ملل، ایشون دبیرکل سازمان ملل به ایران رفت آمد میکرد، در خاطراتش میگه در ایران یک جنگل قدرت هست. ایشون آقای خامنه‌ای یک چشمش هم به دهن جامعه مداها و گروه های فشاری که درست کرده به جون مردم انداخته هستش، یک چشمش به فشارهای بیتشه که روس‌ها درش دست دارند و دستهای پیدا و پنهان روسیه ایشونو فشار میده و تعهداتی که پاره آدم ها مثل مشتبه پسرش با روس ها دارن، یا دست های عده از سپاهی ها که تخت و تاج ایشون رو نگه داشتن براش و قدرت رو براش حفظ کردن، منافع از این تحریم ها میبرن و خلاصه در این پیچاپیچ قدرتی که ایشون دور خودش درست کرده واقعا مثل پاندول ساعت جا به جا میشه و موضع عوض میکنه. خبرگزاری رویترز از قول چند نفر از دیپلمات‌های غربی که در مذاکرات حضور داشتند گزارش کرده بود که هیئت ایرانی بعد از اینکه آقای خامنه‌ای ناگهان در تهران این واژه سور و سپریت ورک یونیت رو که واحد اندازه‌گیری غنی‌سازی، خیلی هم واحد رایجی نیست، اینو گمونم روز قبلش ایشون از آقای صالحی یاد گرفته بود، به کار برد و گفت ما 190 هزار سو احتیاج داریم. SWO
میگفتن هیئت ایرانی یک مرتبه اصلا بهتش برده بود و به طرز آشکاری دست و بالش بسته شده بود، برای اینکه قبلش داشتن چونه میزدن سر 50,000 واحد غنی سازی و دنیا میگفت بالای 10,000 تا اصلا فکرش هم نکن. الان ایران میگن به 19,000 تا دسترسی داره، اگرچه چند روز بعد سعی کردن درستش بکنن و گفتن آقا منظورشون این است که 5 ساله یا 7 ساله ما باید به این عدد برسیم، ولی اساسا مشکل این است که به ایران میگن باید بره این ماجرا بالای 10 سال و 2 رقمی بشه نظام. در حال ببینید، حالا این آقای سعید قاسمی که کسی که میگن زمان جنگ هم از جبهه فرار میکرده و خیلی هم مدعی جنگ و جبهه و اینها، یک حرف جالبی زده و گفته که فاتحه ولی فقیه رو باید خوند اگر این قرارداد امضا بشه. به یه معنی ایشون درست میگه، برای اینکه آقای خامنه ای از خودش تعریفی ارائه داده در پاره ای از اطرافیانش و این گروه های لات و لوتی که براش قداره میکشن تو خیابون این روزا، افتادن به جون زن بچه مردم، دوباره مسئله حجاب رو مطرح کردن که گویی ایشون سازش ناپذیر عرض شود قهرمان مبارزه با آمریکا، اسرائیل، صهیونیسم، همه دنیا و معید به تعییدات الهی و در نتیجه نمیتونه خلاصه کاسه زهر بخوره. تا حالا 2-3 دفعه این کاسه زهر رو ایشون برده تا لب دهنش، اما 2 تا قلوب که خورده گذاشته زمین، دوباره موضع عوض کرده. علی حال حاصلش این شده که مذاکرات وین به جایی نرسه. حاصلش این شده که آقای کری اومده امریکا پیشنهاد جدید آقای ظریف رو آورده برای آقای اوباما، که آقای ظریف ظاهرا گفته بین 5 سال تا 7 سال ما حاضریم همینجا بیستیم، نه اضافه بکنیم نه توسعه بدیم، جای کار دیگه‌ای نکنیم، مشروط بر این که بعد از این 5 تا 7 سال با ما رفتاری بشه که با همه اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میشه. و البته اخباری که درس کرده روشن نکرده، آقای دیوید سنگر در نیویورک تایمز نوشته بود که جزو شورای سردبیری نیویورک تایمز این توضیح رو داده بود، این خبر رو توضیح داده بود، نگفته بود که بالاخره ایران ما به ازا با تحریم ها میخواد چه توقعی داره و چی کار بکنه. و این به نظر من مطمئنن بنبست این بار مذاکرات هسته‌ای رو که آقای ظریف دیروز پنجشنبه آب پاکیرم ریخت رو دست همه و گفتش که تو این 2-3 روز باقی مانده دیگه به جایی نمیرسه و صحبت تمدید مذاکرات هست، این باید تقصیرش رو متوجه شخص آقای خامنه ای دونست که این بلا رو به سر کشور ایشون آورده و رها هم نمی کنه. خب آقای سعید قاسمی گفته، اشاره کرد آقای سازگارا، گفته که رهبری وقتی که میاد میگه ولی فقیه که من به غرب خوشبین نیستم، اگر امضایی بشه معنیش اینه پس میشه به غرب خوشبین بود. نتیجه سوم این که پس ولی فقیه که نمیتونه پیشبینی بکنه، این دیگه ولی فقیه نیست، باید فاتحه شد. بله. اما آقای خامنه ای ظاهرن این زهری رو که آقای سازگارا اشاره کرد نمیخواد به نوشه، ظاهرن ذره ذره به کام مردم ایران کرده، از طریق تحریم ها باعث شده کودکان ایرانی از این جهان برن به خاطر کم دارویی و بقیه مسائل که شما عزیزان بهتر میدونید. اما آقای نوریزاده، ما میبینیم همون سیاست احمدی نژاد هست، درست حالا حمله بهش میشه، درست تازگی هم افشا کردن که چه پولهایی به رسانه ها میداده که همه همون زمان هم آقای خامنه ای میدونست، ولی بهتر نیست که این سیاست یه تغییری بشه؟ و بعدن هم چرا الان سیاست احمدی نژاد در یه زمینه‌ای مورد انتقاده؟ من یه نکته رو در تایید فرمایش شما بگم که این آقای خامنه‌ای در طول این 20 سال چقدر خطا کرده که هر خطاش واقعا خانمان براندازه. شما یه اشاره‌ای به مطبوعات کردید، بگذارید من یه قدردانی از اهالی مطبوعات که خودمونم جزش هستیم در رژیم گذشته بکنم.
دو روزنامه بزرگ عصر، اطلاعات و کیهان، حد اکثر استفاده‌ای که از دولت می‌کردن آگهی‌های دولتی بود که بهشون می‌دادن. یه صفحه وزارت کشاورزی می‌داد، یه صفحه. ولی الان پول باج سیبیل یا مفت میدن برای اینکه این روزنامه در حد اوراق مداحی به قول نویسندگان عصر مشروطه درآمد. من این رقم ها رو براتون میگم، بذارید به سفره خالی مردم، کلیه فروش ها، بذارید به زنان تن فروشی که روی ناچاری تن میفروشن. روزنامه که در عرض دو سال 88 تا 90، روزنامه کیهان به سرپرستی آقای حسین شریعت مداری بازجوی سابق و لاحق وزارت اطلاعات و مشاور مقام معظم رهبری که حتما در مسئله اتمی هم به ایشون مشورت میده چون ایشون از احباب کوکنار هم هست، 6 میلیارد تومان. وطن امروز متعلق به آقای احمدی نژاد داره دستش 2 میلیارد. رسالت با 5000 تیراژ 1.5 میلیارد. جوان مال سپاه 2.2 میلیارد. عصر ایرانیان با 2000 تیراژ 800 میلیون تومان. شرق 400 میلیون تومان که از همه تیراژش بیشتره. مردم سالاری 700 میلیون تومان. اعتماد 300. آفتاب یزد البته بعد از خروج آقای واحدی و جداییش از سردبیری روزنامه 300 میلیون تومان. همشهری 200 میلیون تومان. جام جم 2.5 میلیارد تومان. روزنامه ایران 58 میلیارد تومان. روزنامه دولت. یعنی شما فکر کنید آقای چالنگی در شرایطی که مردم برای هزینه دانشگاه بچه هاشون، برای مشکلات هستش، یه مش کاغذ پاره که سر تا پاش دروغ و مداحی سید علی آقاست، این همه پول رو میگیره و خرج چی میشه؟ خرج عتینه آقای حسین بازجو و امثال و اعوان و انصارشون میشه. در دماوند زمین بخرن و باغ و برای خودشون بهش درست کنه. اسباب تأسفه. اون وقت میلیاردها دلار هم صرف این بازی اتمی میشه. آقای خامنه ای اگه شهامت داشت امروز، باز به خدا صد رحمت به خمینی، این شهامت رو داشت گفت پدر پیرتون نمیدم فلان و جام زهر و سر میکشه. آقای خامنه ای اگه این شهامت رو داشت به ملت میمد میگفت ملت عزیز ما اشتباه کردیم، سرمایه شما رو به باد دادیم، سالها دروغ گفتیم که برنامه اتمی ناموس شماست، شرف شماست، الان هم ناموستون رو داریم شوهر میدیم. نه، بیاد راحت بگه آقا جان خطا کردیم، ما الان میخوایم به راه درست بدیم، با جهان میخوایم از در آشتی درآییم، نه اینکه دوباره داریم امضا میکنیم، وزیر خارجه‌مون با وزیر خارجه آمریکا دل میدن، قلوه میگیرن، باز ما اونجا برگردیم بگیم این آمریکای بد جهان خاره، برای اینکه دوستان روسیمون رو راضی نگه داریم و به خودمون هم به خود دلداری بدیم، قوه بدیم که هنوز ما زورمون زیاده به آمریکا فوش میدیم. بله بله. خب آقای سازگار، این دل دادن قلوه دادن وزیر خارجه ولایت جمهوری اسلامی و آقای جان کری، آیا در اینجا در واشنگتن هم غیر از به دولت اوباما جای دیگه مثل کنگره خریداری داره؟ آیا اونا هم همسو هستند با دولت اوباما برای مذاکراتتون؟ نه، همطور که آقای چالنگی پیشبینی میشد، مذاکرات وقتی تا 20 جولای آخر تیر ماه به نتیجه نرسید، کنگره به سرعت واکنشاشو شروع کرده. از یک طرف آقای سناتور منندز که رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکاست به همراه سناتور لینزی گرام که از حزب جمهوری خواهه، یک نامه به آقای اوباما نوشتند و در اون گفتند که دست کم باید برنامه هسته‌ای ایران 20 سال زیر کنترل باشه، آژانس بتواند بازرسی های سرزده بکنه و هیچ نوع اعتمادی نیست. برای اینکه به قول یکی از مفسرین میگفت امریکا هر جور کلاهی که متصور بود سرش بره، کره شمالی قبلا سرش گذشته، حاضر نیستن دیگه ریسک بکنن، به خصوص اینکه جمهوری اسلامی با کره شمالی هم تفاوت میکنه، در خاورمیانه است و ضمناً شعارش هم محو اسرائیل از صحنه روزگاره
و دستش به تروریسم باز هست در دنیا، کره شمالی از این کارا نمیکنه، بلا رو فقط سر مردم خودش میاره. از سوی دیگه آقای ادرویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، به همراه یکی دیگه از اعضای این کمیته روابط خارجی سه روز پیش اینها عنوان کردند که جمهوری اسلامی از سال 2012 به بعد اسلحه به حماس داده که الان موشک میزنه در اسرائیل، لذا اگر تحریم های اگر هسته‌ای هم به جایی برسه، ما تحریم های ایران رو نباید برداریم مگر این که رفتارش عوض کنه. و از نظر من اون چیزی که اتفاق خوب میتونم اسمش رو بگذارم این است که دو تن از سناتورهای امریکایی، سناتور کرک و دیگری، اونها هم یک طرح قانونی رو به جریان انداختن که مسئله حقوق بشر رو در دست گذاشتن. یعنی این شاید تنها بخشی باشه که اقلن با همه فقر و گرسنگی و فشاری که به ملت ایران میاد و هیچ کدوم از ماها هم هیچ کس درش دخالتی نداره، از بالا سر ما این حکومت ایرانه که با دنیا داره این زد و خورد رو میکنه، حداقل اگر فشاری بیارن روی داستان حقوق بشر، شاید در قبال این فشارها یک نفعی هم برای مردم داشته باشه. و خوشبختانه دیدم آقای حریری رئیس سنا هم که از حزب دموکرات در مصاحبه پریروزیشون عنوان کرد که این طرح رو در دستور سنا خواهد گذاشت وقتی که آماده بشه. بنابراین نکته جالب، فشارش رو شروع کرده، پیشا پیش کنگره امریکا فشارش رو شروع کرده و به نظر من وحشت بزرگ حکومت جمهوری اسلامی هم از این است که اون لایحه‌ای که سال گذشته به زور و فشار آقای اوباما، اون طرح قانونی که متوقف شد در مرحله مجلس سنا، رو دوباره به جریان بندازه. خب نکته جالب این هست در طرحایی که آقای سازگارا اشاره کرد، نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات با هم همراه هستند و از موارد نادری هست دست کم در دو دهه اخیر که دموکرات ها و جمهوری خواه ها به خصوص در ارتباط با وضعیت ایران توافق دارن، به ویژه در زمینه حقوق بشر. آقای نوریزاده عزیز، ببینید صحبت حقوق بشر شده، اون چی که در آمریکا در این ارتباط میگذره این روزها شدت گرفته، باز وضعیت حقوق بشر، وخیم بودن وضع حقوق بشر، باز زنان ایرانی هدف حملات مختلف، از جمله اینکه یکی از آقایون کارگزاران مسئولان حکومت در ایران، امام جمعه، که میدونیم امام جمعه دولتی بیشتر شاید بشه گفت، ایشون گفته که باید با بدحجاب ها مثل قاتلان برخورد کرد. تفسیر شما رو می‌شنویم، چه اتفاقی افتاده در دولت آقای روحانی که بالاخره وعده هایی داده بود، به خصوص در مورد زنان آقای روحانی بسیار وعده داده بود. بله، متاسفانه در جمهوری اسلامی وعده دادن خیلی چیز ساده ایه. آدم برای اینکه انتخاب بشه، رأی مردم رو بگیره، وعده میده وضع اقتصادیتون خوب میشه، آزادی ها، غیره غیره غیره، یک خروار وعده. ولی وقتی میاد در عمل با یک رژیم گنگ لنگ پر از فساد آلوده دامن تقیه کار، طبیعتا نمیتونه کاری انجام بده. و چقدر خوبه کسانی که شهامت دارن مثل آقای خاتمی میان میگن آقا ما تدارکچی بودیم، ما کاری نیستیم. ولی اینو باید دادم روز یه ما دو ما بعد از ریاست جمهوری وقتی فهمید بگه، نه اینکه بعد از 8 سال. حالا ما انتظار داریم آقای روحانی که میگوین شجاعتر از آقای خاتمی، بیاد خیلی روشن برای ملت ایران بگه ملت ایران 35 سال یه رژیم فاسد و دروغگو بر مبنای یه مش تعبیرها و تفسیرهای غلطی که از دین داشت آمده، در دینی که خواهر امام سومش یعنی حضرت زینب که آقایون میرن در سوریه از مقبرش حفاظت کنن، منتها 650 کیلومتر اونورتر، این حضرت زینب
با بدون حجاب در محضر یزید ایستاد و از برادرش و از خاندانش و از اندیشه‌هاش دفاع کرد و به هیچ وجه، و وقتی هم حجاب اومده برای زنان پیامبر اومده نه برای دیگران. علی ای حال این رژیم چون همش تظاهر و فریبکاری است، اینا میترسن چون امام زمان تو تهران زن گرفته، تو این کوچه پس کوچه هاست، این دخترها رو ببینه ناراحت بشه. اینه که مراقبن که اینا همه پوشیده باشن، ولی خب خودشون هم چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. دخترهای خودشون وقتی به خارج میان نوع لباس پوشیدنشون رو ملاحظه کردیم، از نواده حضرت امام گرفته تا بقیه شون. بنابراین به نظر من این فریبکاری و دروغه، و اونی که میگه زن ایرانی با حجاب باید مثل جنایتکار باش رفتار کرد، خودش جنایتکاری است که در قرن 21 اندیشه فاسد و پوسیدش با 4 موی زنان تحریک میشه. این آدم فاسد بیمار روانیه، باید ببرنش در تیمارستان. خب آقای سازگار، منتی هم بر سر بانوان و دختران نازنین ایران گذاشتن که به خاطر رفاهشون ما دیگه شهرداری استخدامشون نمی کنیم چون به نفعشون هست از نظر رفاهی. این یک موضوع. بعد حقوق بشر خب از ابتدایی ترین شبای تمیز هست. من تو اون برنامه اشاره کردم هفته گذاشتم که یک تهرانی ساکن تهران با ده ها مشکل روزمره روبرو است. آلودگی هوا، برنج مبتلا به سرطان، عرض کنم داروهای فاسد و هزاران چیز دیگه که خود شهروندای تهرانی بهتر از بنده میدونن اینو. الان هم اضافه شده به اینکه این دکلهای مخابراتی یکی از معاونان وزارت، یکی از معاونان شهرداری تهران گفته. کی مسئوله؟ اینا مسئولان فقط خبر میدن. معاون بهزیستی شهرداری گفته این دکلها بسیار خطرناکه، 85%شون برای سلامت مردم خطرناکه. یکی دیگه شون خبر میده، مسئول آموزش پرورش، که به اصطلاح افزایش پیدا کرده تعداد دانش آموزان معتاد. فقط عنوان یه آژانس‌های خبری عمل میکنه. کی مسئوله؟ دولت نیست؟ و همگی به قول یه دوستی میگفت این مسئولین جمهوری اسلامی مثل که همیشه حزب اپوزیسیونن، یا فکر میکنن یک عده از زنگبار اومدن این بلاها رو سر کشور آوردن. چون همطور که میگین تو صحبتاشون خواستار بهبود، وزیر آموزش پرورش مثلا خواستار بهبود نظام آموزشی میشه، یا رئیس محیط زیست خواستار بهبود محیط زیست میشه. اینا رو معلوم نیست کی میخوان و کی باید انجام بده. واقعیت اینیست که البته نظام جمهوری اسلامی یک نوع ساختاری داره که قدرت تقسیم شده است و این ساختار معیوب کارآمدی نداره. اون وقت شما به خود ساختار معیوب قانون اساسی که یک جوری پر از گیر و پیچ هست اضافه کنید ده‌ها سازمان غیر دولتی رو که در چارچوب نظام قرار دارند اما از دولت هم بیرونند و اونها هم دست باز دارند. پاره از اونها مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که این پارازیت هایی رو که با جون مردم سر کار داره، سرطان مغز میاره و برای جلوگیری از ماهواره میلیون ها میلیون دلار خرج کردند و نصب کردن، سپاه مثلا مسئولشه. حرف هیچ کس رو هم گوش نمی کنه. وزیر بهداشت، وزیر نمیدونم، رئیس سازمان محیط زیست، رئیس جمهور، هر کی هم حرف میزنه برای اینکه سپاه مستقیما با خود آقای خامنه ای کار میکنه، تازه سهل است حرف آقای خامنه ای رو هم گوش نمی کنن. بر صورت آقای چالنگی، این روزها بلای جون زنان و بچه های ایرانی، مسئله انصار حزب الله خیلی گفت گل بود به سبزه آراسته شد، خیلی کم گشت امر معروف و نهی از منکر و نیروی پلیس و غیره بود. انصار حزب الله هم یگانهای موتور سوار درست کرده و افتاده به جون زن و بچه مردم تو خیابون برای مسئله حجاب. و به نظرم این آقایون در واقع این حرفی رو که در شهر اون موقع خودشون سر منبر میگفتن
که اگر باعث ترس کسی بشه دیه حتی باید بپردازه کسی که وحشتی ایجاد بکنه، یا مطالبی که از علی علیه السلام نقل میکردن شب شهادت مولای متقیانه و از اون وسواسی که حضرت داشت برای اینکه مبادا ظلمی بشه، به ظلم خلخال از پای پیرزن یهودی در حوزه حکومتش کشیده بودند، حضرت میگفت آدم بمیره از این ننگ بهتره. اینها ظاهرا برای سر تاخچه خوب بود و فقط برای سر منبر گفتن. در عمل شما ببینید دائما تن زن و بچه مردم رو میلرزونن، دائما شاخشونه میکشن. و من شخصا هم فکر میکنم این مانورهای خیابونی که میدن به بهانه حجاب در واقع فقط برای قشونکشی خیابونی قدرت نمایی، برای اینکه میترسن از مقاومت‌های مردم. هر وقت که احساس میکنن که مردم ممکن است که شروع کنن، واکنش نشون بدن، اعتراض بکنن، حرکت‌های اعتراضی بکنن، ما شاهدیم که این کارها رو تشدید میکنن و سعی میکنن که خودشون رو مقتدر با این روش ها نشون بدن. بر صورت این روزها از امام جمعه ها گرفته تا سپاهی ها تا مجلسی ها تا غیره و غیره دوباره داستان کهنه حجاب رو سر کردن، دوباره داستان سراییشون رو شروع کردن و به قول یکی از روزنامه ها حرف خوبی برای یکی از سایت ها حرف خوبی برای مجلس نوشته بود، نوشته بود این که 4 عکس دخترای ساپورت پوش رو آوردید نشون بدید، یک سری عکس ردیف کرده بود، گفته بود آیا این کودکان کار، آیا این زنان کارتون خواب و فقیر، این زنان بی سرپرست، عکس ها اینجوری پشت هم ردیف کرده، گفته بود اینها واجب تر و مهمتره یا اینکه دخترای مردم ساپورت بپوشن و در مجلس نشون بده. اگر قرار به عکس، بیایید آقایون نمایندگان اینها رو نگاه کنید و چارندید. خب به هر حال ممکن مؤمنین در جمهوری اسلامی چنان باشن که به قول شما از چند تار موی بانوان هم نگرانی به جهنم رفتن بهشون دست بده. به هر حال اشاره شد به هوای تهران، محیط زیست. در حکومت ایران 2 تروریست، یکی خانم معصومه ابتکار، دیگری آقای زرقامی مسئول محیط زیست و اون دیگری مسئول تلویزیون هستند. تروریست که من میگم خدمت شما این هستش که از دیوار سفارت کشوری آمریکا بالا رفتن، به گروگان گرفتن، میلیاردها دلار خرج روی سفره مردم ایران گذاشتن، عملی جز عمل تروریستی هیچ اسم دیگه ای نخواهد داشت. جایزه گرفتن تروریست ها در جمهوری اسلامی ظاهرا امری رایج هست. اما آقای نوریزاده عزیز ببینید مسئله همسایگی ایران، همچنان همین سیاست، همین تلاش، همین کنش های حکومت ایران دستی هم در اوضاع عراق پیدا کرده از طریق آقای مالکی که میبینیم دچار بحران هست در عرصه سیاسی عراق و همچنین در عرصه زندگی روزمره مردم، عملیات پیوسته تروریستی. بله آقای چالنگی، ببینید آنچه در عراق داره میگذره کپی و عکس برگردون آنچه در ایران میگذره، منطقه در عراق به علت یه حکومت مرکزی قوی وجود نداره، در نتیجه آن ملوک و طوایفی که در ایران هست ولی ما در عمل باش روبرو هستیم در عراق خیلی آشکار و سریع است. اما یه نکته رو براتون بگم، کاری که آقای خامنه‌ای داره در حمایت از مالکی میکنه و اینو ما بارها گفتیم، این مرد نادان رو حمایت کردن یعنی کوشش برای تکه پاره کردن عراق، جنگ مذهبی و دامنه جنگ بلافاصله به ایران کشیده خواهد شد. آقای خامنه‌ای متوجه نیست که مالکی منفوره در بین شیعیان. حالا شیعیان جرأت نمی کنن، مقتدا صدر و حکیم رو تهدید می کنن، آقازاده آقای سیستانی رو می برن و گوشش رو می پیچونن و تهدیدش می کنن. اینا همه مسائلی است که آشکاره، ولی سنی ها تکلیفشون روشن کردن، اومدن رئیس پارلمان غیر از آقای اسامه نجفی که مالکی و جمهوری اسلامی سرش ادا در می بردن، یک چهره جوان سنی محبوب در منطقه خودش رو
اومدن آقای جبوری رو به ریاست مجلس انتخاب کردن. کردها هم آقای بارهم ساله رو به ریاست جمهوری نامزد کردن. فقط این جمهوری ولایت فقیه که جلوی اینو گرفته که فرد دیگری غیر از مالکی بیاد و این پروسه تکمیل بشه و عراق بتونه از این بحران که روز به روز عمیق‌تر میشه، یه ماه و نیم موصل از کنترل دولت رفته، حالا هر روز آقای مالکی اعلامیه میده سربازان حکومتی نیم متر رفتن توی فلوجه، یه متر رفتن تو تکریت. نه، حاکمیت برقرار نیست، حاکمیت داعش، سنی ها و گروه های مخالف دولت هست. عراق عملا تقسیم شده و جمهوری ولایت فقیه اجازه نمیده که مردم عراق نفس بکشن، انتخاب خودشون رو بکنن. 4 سال پیش مردم رو از حکومت دکتر عیاد علاوی محروم کرد آقای خامنه ای و امروز هم میخواد همین کار رو تکرار بکنه. بنابراین به نظر من مصیبتی که با روی کار آمدن روح الله مصطفوی در ایران به وجود آمد 35 سال پیش، این مصیبت کم کمک تمام منطقه رو داره فرا میگیره. نگاه کنید به یمن، یه گروه متمردی که تا دیروز هیچ کاری نمیتونستن بکنن با کمک جمهوری اسلامی میان دومین شهر یمن رو میگیرن. بله. و فشار بین المللی باعث میشه برن بیرون، ولی اونا هم نقشه تقسیم یمن رو داشتن. به سوریه نگاه کنید، به انتخابات افغانستان نگاه کنید، هر جا نگاه کنید این انگشت نامبارک که جمهوری ولایت فقیه و سپاه قدسش مشاهده میشه. بنابراین مشکل اساسی رو ما ملت ایران باید حل بکنیم. خب آقای نوری‌زاده، یعنی این توضیح رو هم برای بینندگان بدیم و نظر شما هم خواهیم شنید که آنچه در موصل میگذره و در اطراف موصل و در اون ولایت یا منطقه فقط داعش نیست، یعنی بله، اشاعر مخالف نوری المالکی دست بالا رو دارن. کاملا قربون، کاملا، و من با شما موافقم، برای اینکه تمام اشاعر سنی عراق هستن، اشاعر دلیم، اشاعر جبور، اشاعر مختلف به اضافه نیروهای ارتش عراق که آقای پال بریمر منحل کرد، نیروهای سابق، الان هفته گذشته خب عزت ابراهیم دوری دیدیم بیانیش و معاون صدام که به زودی در بغداد خواهیم بود. بله، متاسفانه به خاطر روش که جمهوری اسلامی در پیش گرفته و عمل کردش، متاسفانه عراقی ها دارن هزینه سنگینی میپردازن. بله، به هر حال به این شکل هست و خواهیم دید که عراق به کجا خواهد رفت. امیدواریم بالاخره سرانجام پیدا کنه. مردم عراق واقعا بیش از 30 سال هست آقای نوری‌زاده درگیر جنگ های مختلف هستن و غم‌انگیز هست. کشور عراق، من برای بینندگان میگم که مطمئنم شما موافق هستین، زمانی مرکز شعر عرب بود بغداد. شعر و ادبیات و فرهنگ و بله، متاسفانه. خب آقای سازگارا، حکومت ایران اسم اون چرا که آقای نوری‌زاده بهش اشاره کرد، اون چرا که در تمام جهان با نام اسلام داره میگذره، از القاعده و داعش فرزند خلف القاعده گرفته تا بقیه، یمن و 11 سپتامبر رو، هر چه که هست رو به طور مستقیم و غیر مستقیم گذاشته بیداری اسلامی آمده و این رو حتی کتاب کرده، آقای ولایتی هم ظاهرا دستی داشته و تدریس میکنه. یعنی معتقد هست و ایمان داره یا اعتقاد داره که انقلاب اسلامی باعث بیداری مسلمانان در جهان شد. حکومت ایران هم هیچ وقت به صراحت تمام عملیات تروریستی مثل 11 سپتامبر رو محکوم نکرد، که حتی گروهی از بچه‌هایی که رفتن شمع برای قربانیان 11 سپتامبر روشن کردن گرفتن، و حتی همین الانش هم به طور مستقیم، سریع، روشن، رسمی کسانی مثل داعش رو در سوریه یا جای دیگه یا عجب محکوم نمی‌کنه. تفسیر شما رو می‌شنویم. آیا واقعا بیداری اسلامی نیست؟ آیا همونطور که آقای نوری‌زاده اشاره کرد راه حل همه این مسائل و بحران‌هایی که جهان امروز رو گرفته خاموش کردن سرچشمه این الهامات نیست، الهامات اسلامی به این معنی که وجود داره؟
والا بهتره اسمش رو خوابیدن اسلامی به نظر من بگذاریم. اجازه بدید یک کمی در واقع دورتر وایسیم و صحنه رو نگاه بکنیم. ببینید به نظر من در تحلیل نهایی آنچه که در دنیای اسلام داره میگذره سردرگمی در مواجهه با عصر مدرنه. یعنی مسلمین وقتی با دنیای مدرن مواجه شدند، اروپایی ها هم اومدن به سراغ مسلمین، معروفه که قرش توپ های ناپلئون در پشت دروازه های قاهره مسلمین رو از خواب بیدار کرد. در مورد ما ایرانی ها هم دو شکست از روس ها مثل دو کشیده آبدار بیخ گوش ما رو از خواب بیدار کرد که دنیا یک تغییراتی کرده، دنیای مدرنی متولد شده و دنیای اسلام جا مونده، عقب مونده. از بعد از این در واقع اگر بخوایم کلان نگاه بکنیم سه دوره میشه تفکیک کرد. دوره اول مسلمین سعی کردن بگن هر چی که خوبه در جهان و عصر مدرن بگن در اسلام ما اینو داریم. این کوشش از سید جمال الدین از سید جمال شروع شد، سید جمال اسدآبادی و بسیاری متفکری مثل مرحوم مهندس بازرگان و غیره سعی کردن هر چی که تو عصر مدرن خوب بود بیارن بار اسلام بکنن. این کوشش آقای چالنگی به لحاظ فکری شکست خورد. قسمت دوم شاید مهمترین آدم رو در این زمینه سید قطب باید دونست که از بنیانگذاران اخوان المسلمین مصر بود. او در دهه 60 میلادی کتاب مهمی نوشت از جهت تأثیری که در دنیای اسلام گذاشت، جاهلیت قرن بیستم. در واقع در اینجا سید قطب صورت مسئله رو پاک کرد، گفت اصلا کی میگه ما باید به غرب برسیم؟ اونها غلطن، اونها جاهلیت قرن بیستمن. یک مثال هایی هم آورد و گفت ما اصلا اونها رو باید بندازیم دور، برگردیم به اسلام پیامبر و صحابه و 1400 سال قبل، اون وقت دوباره نیرومند میشیم، آقا میشیم و زوردار میشیم. شما نگاه کنید پاره جملات سید قطب عیناً در حرفای آقای خمینی تکرار میشه یا آقای خامنه‌ای مترجم اون کتابه. یعنی آنچه که در ایران بر سر کار اومد در واقع به یک تعبیر میشه گفت فاندمنتالیزم، بنیادگرایی، بازگشت به در واقع آراء سید قطبی بود که به قدرت رسید و در اقصا نقاط دنیای اسلام آقای چالنگی این الان هست. این تصور غلط که ما بر میگردیم به 1400 سال قبل و همه چیز درست میشه، خیلی هم زوردار میشیم و با این تمدن غرب هم مقابله میکنیم. امثال داعش و نمیدونم القاعده و غیره و غیره و آقای خامنه ای در ایران و ملا عمر در افغانستان، اینا همه در واقع به لحاظ نظری سر این سفره نشستن و به نظر من یک دوره سومی آغاز شده که اتفاقا تلیعش هم باز از ایرانه و اون این که پاره متفکرین ما متوجه شدن که نه اون متد اول کار میکنه که ماه اسلامو چاق کنیم، بزرگ کنیم، فکر کنیم هرچی تو این عصر جدید هست از علوم تجربی و انسانی و غیره بار دین بکنیم، این جواب نمیده. نه روش سید قطب درسته که پشت کنیم به دنیای مدرن، بلکه باید دین رو تغییراتی درش بدیم، به اصطلاح لاغرش بکنیم، ببریمش به حوزه فردی، همونی که در واقع سکولار کردن میگن، حوزه عقل رو از حوزه ایمان جدا بکنیم، کار عقل رو به عقل واگذار بکنیم و دین رو در واقع یک تئوری حد اقلی ازش ارائه کنیم نه حد اکثری. این متد به نظر من در ایران متفکرای جدیده ما مثل آقای مجتهد شبستری، آقای ملکیان، آقای سروش، آقای نراقی، خیلی کسای دیگه شروع کردن تو این مسیر. من آثارش رو در ترکیه و در متفکرانی در مصر هم داریم که مثل حسن حنفی، مثل محمد ارکون یا در ترکیه هم بودن، علی بولاچ و غیره و غیره. این به نظر من مسیری است که دنیای اسلام رو میتواند از همون راهی که پروتستانتیزم در مسیحیت رفت و آروم آروم مسیر عقلانیت رو باز کردن در غرب، میتونه در اسلام هم اتفاق بیفته. ولی از من بپرسید یکی از بزرگترین موانعش حکومت جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلام در واقع متکی به اون تئوری حد اکثری از دین که اسمش هم گذاشته بیداری اسلامی و قدرت حکومتی که دستش هست پمپاژ میکنه در کل دنیای اسلام این واپسگرایی و فاندمنتالیسم رو. این رو هم باب مزاح عرض بکنم، من این تعداد خلیفه ها رو میشمردم، آقای ابوبکر البغدادی وقتی گفت من خلیفه و امیرالمومنین دنیای اسلامم، تا الان من شمردم 6 تا خلیفه در اومده، در سوریه 2 تا، در مغرب هم یکی دیگه، آقای ملا عمر هم که قبلا بود، آقای خامنه‌ای هم که البته ایشون هم در رهبری دنیای اسلام. خب آقای سازگارا سید قطب اشاره کردن که در زمان عبدالناصر به دلیل برانگیختن عملیات تروریستی حتی مرتبط بودن ایشون و اقدامات دیگه اعدام شد. در مصر یکی از متفکرین بسیار شناخته شده که کتاب‌های بسیاری منتشر کرد و خودش از روحانیون الازهر هست، تصادفاً اسم ایشون هم سید هست، سید القمی هست، کتاب‌های مهمی داره، اثرگذار بوده و از جمله کتابی که درباره خود پیامبر اسلام منتشر کرد که بسیار کتاب قابل توجهی هست، البته بعدها زیر فشار قرار گرفت بسیار زیاد که داستانش مفصل است. در مورد سکولاریسم هم که اشاره کردم، بله در جاهای مختلف کشورهای اسلامی است، در ایران متاسفانه حکومت حتی هم لباسان خودش رو روحانیت رو نپذیرفت. آقای کاظم‌نیی بروجردی از معدود روحانیونی بود که صحبت از جدایی دین از حکومت کرد و به همین دلیل هم به زندان رفت، هنوز زیر شکنجه و در زندان هست و مشکلاتی که برایش هست، چیزی که موضوعی که به معنای یا به مفهوم دیگه یا به همون شکل در سکولاریسم منعکس است و حکومت بر نتافت، حتی یک روحانی مثل آقای کاظم‌نیی بروجردی رو که چنین افکاری رو دنبال میکرد. اما آقای نوریزاده عزیز، نکته این هستش که در شرایط کنونی همین بیداری اسلامی تعریف شده حکومت ایران یا خواب اسلامی به تعبیر آقای سازگارا و دیگران، به هر حال یکی از شاخه‌هاش هم رنگ کاملا اسلامی دادن به بعضی از حرکت‌های فلسطینی هست، از جمله حماد و حرکت تقریبا بی اثرتری مثل جهاد اسلامی، و می‌بینیم در یک همچین شرایطی که منطقه پر از بزن بزن و بکش بکش هست، دوباره این بحران سر برمیاره. یعنی حالا چطور آغاز شد که میدونیم با روبودن 3 جوان فلسطینی اسرائیلی توسط فلسطینی‌ها و روبودن محمد خضیر توسط اسرائیلی‌های افراطی، و در اسرائیل هم خب میدونیم دولتی سر کار هست مثل ناتانیاهو، و این ورم آقای ابو مرزوع و داردسته حماس و بقیه داستان ها. تا این لحظه من توضیح بدم، آتش بسی برقرار نشده، مذاکرات قاهره به نتیجه نرسیده. تا لحظه این رو بگم که داریم ما برنامه رو ضبط میکنیم، ضبط این برنامه. آقای نوریزاده تفسیر شما رو بشن. ببینید آقای چالنگی، اجازه بدید من یه توضیح کوچک بدم راجع به سید قطب. ببینید سید قطب، ما هم یه سید قطب در ایران داشتیم به نام جلال آل احمد. تفاوتش این بود آل احمد عرق میخورد، سید قطب نمیخورد. سید قطب کراوات میزد، آل احمد نمیزد. ولی نگرششون به مسئله غرب زدگی و بازگشت به خیش کم و بیش مثل همدیگه بود. سید قطب اعدام شد، آل احمد ماشاءالله موند، بعد به مرگ طبیعی درگذشت در از سال. علی حال برگردم به موضوع. ببینید آقای چالنگی، جمهوری اسلامی اصولا ادامه ی حیاتش در بحرانه. شما حشرات رو ببینید، اگر یه جایی در واقع لجنزاری باشه، جای آلودهی باشه، حشرات اونجا و زیاد میشن. جمهوری اسلامی هم بحرانزاست، یعنی اگر بحران نباشه نمیتونه زندگی کنه. من از زبان ابو مازن شنیدم که گفت این توافق ما با حماس خدا عاقبت ما رو به خیر کنه، چون میدونیم جمهوری اسلامی دستوردار نیست، سوریه دستوردار نیست. کاری که اینا کردن توسط یک گروه افراطی داخل حماس که با جهاد اسلامی در ارتباط بود، اون 3 شهروند رو ربودن، بعدم تندروهای اسرائیل فلسطین رو بردن زنده آتش زدن که ماجرا به اینجا کشیده شد. الان جمهوری اسلامی عروسیشه، جشن براش،
برای اینکه دوباره دید تلاش‌های مردان صلح مثل ابو مازن، مثل خانم لبنی، مثل آقای شیمون پرز، مثل آقای یوسی بلین، مثل آقای صاحب اوریقات، کسانی که خانم اشراوی علاقمند به صلحن، درش در واقع خرابکاری شد و باز مسئله به عقب افتاد. بنابراین من همیشه برمیگردم به نقطه اول، رژیم جمهوری اسلامی مسبب به همه مشکلاتی است که منطقه باش روبروست. حتی اگر این مشکلات ارتباط مستقیم با ایران نداشته باشه، به نوعی غیر مستقیم دست اینا تو اون مشکل مشاهده میشه. خب من یک نکته رو فقط اشاره بکنم. آقای محمود عباس ابو مازن، رهبر و رئیس دولت خودگردان فلسطینی، در مصاحبه تلویزیونی با تلویزیون المیادین بر نکته تأکید کرد، گفت این بحران تازه، این جنگ تازه رو افراطیون دو طرف، تاجران جنگ، کلمه ای که به کار بود، تاجران جنگ در دو طرف برانگیختن. و یادتون هست دیگه، قطعا شنیدید، آقای نوریزاده ابو زهری سخنگوی حماس بلافاصله واکنش نشون داد، صحبت‌های شما و شبکه تلویزیونی الجزیره هم بلافاصله کلیپی رو که قبلا تهیه کرده بود پخش شده بود، دوباره پخش کردن که محمود عباس خائن، محمود عباس خیانتکار و از این صحبت‌ها. متأسفانه و حماس هم تا کنون توضیح نداده که غزه که در قلم روش هست چرا هنوز در زمان عرفات هم این اتفاق نیفتاد، الان که بیشتر چرا در غزه با اون مسافت کوتاهش که 6 کیلومتر تا 12 کیلومتر جای مختلف عرضش هست و حدود 40 کیلومتر هم طولش، چرا هنوز 12 اردوگاه آوارگان فلسطینی در غزه وجود داره؟ خب برای که خیلی روشن آقای چالنگی، اونجا وقتی که تمرکز روی رفاه مردم نیست، ساختن زندگی مردم نیست و کودتای حماس در واقع مانع از این شد که سلطه دولت خود مختار در غزه برقرار باشه، باز میریم پیش از اون آقای شارون وقتی یک طرفه غزه رو تخلیه کرد، میدونست که چه مشکلی داره برای دولت خود مختار درست میکنه. به هر حال اینا مسائل پیچیده، به قول شما افراطی های دو طرف صلح نمیخوان و آتش بیاران معرکم اهالی ولایت فقیه و ولایت بعث سوریه. و دو دقیقه وقت داریم آقای سازگارا. آمریکا در این بلبشو، حضور آمریکا زمانی یکی از حضور موثری داشت برای حل مسائل خاورمیانه، از عراق تا فلسطینی ها و اسرائیل، کجاست سیاست آمریکا؟ آقای اوباما در مصاحبه مطبوعاتی کوتاه 10 دقیقه‌ای که داشت خیلی تاکید کرد بر اینکه تمام توانش رو آمریکا به کار میگیره که صلح برقرار بشه و آتش بس، برای اینکه کوششی که از زمان آقای جورج دبلیو بوش شروع شد و آقای اوباما هم ادامه داد، این تز دو دولت فلسطینی و اسرائیلی و بالاخره گردن اسرائیل تونستن بگذارن الان، و کوشش هایی که همین اخیر آقای جان کری کرده، الان باد هوا شده و دوباره با بحران مواجه شده. امریکا نهایت تلاشش رو داره میکنه که به صلح برسونه، ولی به نظر میرسه که زورش نمیرسه، فایده ای هم نداره. من هم مثل آقای دکتر نوریزاده واقعا مشکوکم به این که چطور یهو 3 تا جوان اسرائیلی رو، نوجوان رو میدزدن و میکشن، آتیشی رو دامن میزنن که الان مصر هم پادرمیونی میکنه بیاید آتش بس و مذاکره کنید، اسرائیل که این مقدار خشن هست میپذیره اما حماس نمیپذیره، ضمن اینکه تمام این راکت و موشک ها و ایناش رو ایران داده. یک جمله رو ما چالنگر کنم، جمهوری اسلامی که این روزها دائما تبلیغات کشتار در فلسطین رو میکنه که دل هر انسانی رو به درد میاره وقتی این صحنه ها رو میبینه، اما باید این رو گفت که چرا ساکت بود در قبال قتل عام ملت سوریه، اون جنایت ها نه فقط ساکت بلکه همدست قصاب بود. لذا حداقل جمهوری اسلامی حق نداره که سینه به تنور بچسبونه وقتی که شریک جنایت های بشار اسد بوده. خب یک نکته هم هست، مطلبی من خوندم، این که حماس که خواهان صلح نیست، چرا در غزه پناهگاه‌هایی درست نمی‌کنه برای مردم
اون منطقه که در زمان وقتی که میدونه جنگه، مگه نمیگه جنگه؟ همونطور که اسرائیل پناهگاه داره اون ور قضیه، خب بالاخره امکانات بیشتر. حماس چرا این کار نمیکنه؟ حداقل خونه که نمیسازه، پناهگاه چرا نمیسازه؟ بچه های نازنین فلسطینی مثل بچه های نازنین همه جهان، کودکان گرامی، گرامی جان فلسطینی، همونطور که کودکان عزیز اسرائیلی و بقیه جا کودکان ایران. سپاسگزار هستیم آقای نوریزاده عزیز، آقای سازگارا در واشنگتن، با سپاس بسیار. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر.